سلام های پر از مهر و محبت نثار تمام بینده های عزیز تلویزیون طلوع. خوش آمدید به برنامه دبستان با علی. جمعه شبتان بخیر. با یکی از موضوعات جالب و همچنان نظر به تقاضا و پیشنهادات شما هموطنان عزیز انشاءالله در خدمتتان هستیم. ای که بعضی از هموطنان عزیز ما، دوستای عزیز، حتما وقتی که سنشان بلندتر میشه، به خصوص آقایان، اینا از پروستات شکایت میکنن. ما در این بخش برنامه یکی از مجربترین دکتران کشور خود با خود داریم، جناب دکتر صاحب. خوش آمدید به برنامه ما. قبل از اینکه جناب دکتر صاحب بیایه، ما به هموطنان عزیز ما میخواییم بگویم که همیشه شما کوشش بکنین که بخشای متفاوت برنامه دبستان بوالیلا با دقت متوجه باشین و از آموزش هایی که ما همیشه بر شما در نظر میگیریم او را یاداشت کنید. مریضای پروستات حتما پیشتان زیاد میاد، درست است جناب استاد بزرگوار؟ اینال شما بر ما بگویید که امی پروستات چی هست؟ چرا پیدا میشه؟ بله، پروستات یک غده مخروطی شکل است که در پایین مثانه موقعیت داشته و اولین قسمت مجرای ادرار را احاطه میکنه. وزن ازی در نزد یک شخص کاهل 20 گرم است و عمل کرده وظیفه غده پروستات عبارت از ترشح یا تولید یک مایع شیری و رقیق است که در انتقال اسپرم رول داره. این در کدام سن زیادتر پیدا میشه؟ اکثرا بزرگی پروستات بعد از سن 50 سالگی پیدا میشه. امی از که کهنسال ها زیاد شکایت بله. میکنه؟ بعض کهنسال ها یا بعض مریض ها زمانه که به معاینه‌خانه به ما مراجعه میکنه میگه ما پروستات شدیم، در حالی که پروستات یک عضوی است که در وجود از زمان پیدایش یا تولد می باشه، مانند دیگر قسمت اعضا. صرف امراضی است که سبب تغییرات در پروستات میشه که یکیش عبارت از بزرگی پروستات یا بناین پروستاتیک هایپرپلاسیا. سببش بگوین جناب دکتر صاحب که چی سبب پروستات میشه؟ اگرچه سبب درسته که معلوم شده باشه که سبب بزرگی پروستات شده و معلوم نیست، اما باز فاکتورها را زی دخل میدانند، مانند کهولت سن، یعنی سن زمانی که از 50 سال بلند میره و هورمون دای هایدروتستوسترون است. این حال اینمی ورزشکارای خانه پرپلاوی که زیادتر در کلاب ها سر به خود بدون مشوره استادشان، بدون مشوره دکتر، از تزریق هورمون های تستوسترون به خاطر بزرگ شدن بادیشان استفاده میکنن. بله. این حال ایران اشاره کنین که برای زیاد ضرر داره نه؟ بله. بله. شواهد قوی نشان میده که خود هورمون تستوسترون یا دای هایدروتستوسترون مسئول بی پی اچ یا بزرگی پروستات است. او شواهد عبارت است، او اشخاصی که در جوانی کستریشن شده، یعنی اقامت شدن و خصوصیه هایشان کشیده شده، یا هیچگاه به بزرگی پروستات مصاب نشدن، یا کسایی که بینایم پروستاتیک هایپرپلازیا یا بزرگی پروستات دارن، اگر کستریشن شده یا یعنی پروستاتشان کشیده شده، ببخشید خصوصیه هایشان کشیده شده، عقیم شدن، پروستاتشان روز به روز خرد شدن. یا یه حداقل از پیشرفت جلوگیری شده. و همچنان در حیوانات نشان داده کسایی که به حیوانات که هورمون یعنی بالای حیوانات زرد شده، تجارب ارزیابی شده، نشان داده که خود هورمون سبب بزرگی پروستات میشه. میم دکتر صاحب اشمن در قسمت ازی که بعضی هموطنان عزیز ما بسیار تشویش دارن که حالا مثلا سنشان امور ریس فاکتورایشان مثلا چاق یا اوبیسیتی هستن، مثلا کهولت سن دارن، افزایش خود تستوسترون در نزد از اینا موجود هست، خب بالاخره به هر حالتش به هر امو سببش اینا مصاب پروستات شده، درست؟ بله. پروسیجرهای عملیاتی، پروسیجرهای تداوی و همچنان ای که ما چگونه بتانیم که از اینمی مشکل جلوگیری کرده باشیم. بله. یعنی وقایه بکنیم. بله. یعنی درست است که مثلا در سن کهولت پیدا می حالا مثلا ما شما 50 را معیار قرار میدید، درست میشه که مثلا کسایی باشه که 70 80 پروستات پیدا نکنه. تجربتان قصه کنین بر ما ببینیم که چی تجارب دارین در این مورد. تقریبا 20% بزرگی پروستات بعد از تجارب نشان داده که بعد از سن 41 تا 50 سال است، یعنی 100% نیست. 20% است. بله.
حالی نمیره چه قسم میتونیم وقایع کنیم؟ 60% میشه که به تاخیر بفته. بله، 60 به تاخیر یک پروسه نرمال زندگی است. پروستات ما اطمینان میتم به تمام کسایی که ما را میبینه، یک مریضی معمول است، صرف تغییر در طرز و روش زندگی به وجود میاد. مثل که گفتیم از زمان پیدایش بله، کودک که تازه چشم به دنیا میگوشه، اینا از اون وقت پیدا میشه تا بزرگسالی. و اطمینان میتم که یک مریضی معمول است، هیچ گویا فکر نکنن که مریضی است که حیات از یارا تهدید میکنه و خطر به زندگی شان است. و بزرگی پروستات هیچگاه سرطان پروستات نیست. ما پیشتر هم اشاره کردم که صرف یک تغییر در طرز و شیوه زندگی است. مثلا در قسمت تداوی شما گفتین کسایی که اعراض علائم خفیف داره. اعراض علائمش عبارت است. زمانی که مریض میره به بدرف یا به تشناب، زمانی که میخواه ادرار بکنه، ادرارشان کم به تأخیر به مشکل شروع میشه و امو جریان ادرار که قبلا بوده، حال امو که در جوانی بوده، او جریان ادرار ضعیفتر میشه، شبخیزی برازیا پیدا میشه، تعداد دفعات ادرار که ما ارجنسی میگیم یا فریکونسی میگیم پیش مریضا پیدا میشه. و همچنان در قسمت تداویش برای شما بگویم که تداویش نظر به شدت اعراض علائم است. ما ایره به شکل خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میکنیم. یک لیست داریم یا باز پرسشنامه است که از مریض ما پرسان میکنیم، اون نظر به اسکور یا نمره که میگیره باز ما ایره تقسیم میکنیم. یعنی ابتدایی است، متوسط است، شدید است. در صورتی که ابتدایی باشه هیچ نوع تداوی ضرورت نیست. بعض از موضوعات است که برای مریضای اشاره میشه یا گفته میشه، مثلا حداقل یا روزمره 20 دقیقه الی نیم ساعت اکسرسایز بکنم. اکسرسایز یک گپ مهم که کمتر از دو دقیقه وقت داریم جناب استاد بزرگوار، میروانی؟ بله، اکسرسایز یا امو سپورت است که شما خودتان میفهمید که سپورت در مجموع سبب استرخای عضلات میشه، یعنی جریان ادرار، یعنی ورزش جزء از زندگی خود. بله، یک. دوم دیگه از الکل، قهوه، مشروباتی که یا مایاتی که گازدار باشه و یا انرژی باب و همچنان از شیرنی‌های مصنوعی جلوگیری کنن. ایره به مقدار کم استفاده کنن. موضوع سوم ما عبارت از موضوع ایره باز چی میکنی؟ بله. دو موضوع را گفتیم، ورزش را گفتیم، امروی موضوع چیز که جلوگیری باید تز بکنه. موضوع سیومتان را موضوع سیوم ما عبارت است دبل ویدنگ میگیم یا دو بار یا ادرار میکنن. مریضایی که ما بیشتر گفتیم که یک تغییر در طرز و شیوه زندگی بلی. میباشه. یعنی دو بار ادرار کردن خودش سبب ازی میشه که ادرار مثانه مکملا تخلیه شود. این موضوع سوم. و موضوع چهارم که خیلی مهم است، کسایی که مایعات استفاده میکنه قبل از شام و زمانی که بیرون میرن از خانه، این مایعات بعد اقل خود کاهش بدن. خویی به این معنی نیست که در مجموع در 24 ساعت باید مقدار مایعات از 12 سی تا 15 سی کم نشه، که باز خود سبب امراض دیگه در وجود میشه که به وجود میاد. یک جنبندی میکنیم که ارتباط بگیره با پیرامون بحث امشب ما که تحت عنوان مشکلات پروستات است، درست؟ بله. اول ما خود گفتیم که ای از امو ابتدا برای انسان پیدا میشه تا وقتی که انسان هست. بله. اما ما زمانی که مثلا مصاب مشکلاتی که ادراری میشن، بعضی کسا کهولت سن پیدا میکنن یا مثلا بندش متکرر و متداوم ادرار برشان پیدا میشه، یا مثلا یک نفری که مثلا 70 سال یا 80 سال سنش است، اینا شب 5 بار 6 بار بدون از اینکه همین موضوع دیابت از یا موجود باشه ای زیادتر میره و زیاد رنجشان میده. خواستیم که دینامیک کل یک جنبندی کنیم جناب دکتر صاحب که هموطنان عزیز ما از اونم گفتنی های اساسی شما مستفید شوند. بله. میروانی صاحب. من بازم اشاره میکنم که بزرگی پروستات یک مرض معمول است. تشویش نکنم. و هیچ نوع خطر و تهدید به حیات نیست. بله. قسمی که پیشترش گفتم در صورت که ابتدایی باشه ما امو
پیشنهاداتی که داشتیم، یک و موضوع دیگر در صورتی که متوسط باشه دواهای است مانند الفا براکرا، 5 الفا ریرکتاز اینهیبیتور که سبب اعراض یا بندش میخانیکی که به وجود آمده، اینا متوجه باشن که سر به خود دوا را استفاده نکنن که سبب هایپرتنشن یا فشار پایین بشه که باز یک جنجال دیگر به بار بره. پیش دکتر متخصصان مراجعه کنن، نظر به معاینات که ضرورت میشه و اعراض علائم را کیا میگن، باز دکتر میفهمه کی اعراض علائم خفیف است، متوسط است و شدید است. نظر به تقسیمات باز ما تداوی را پیشنهاد میکنیم، یا یه است که هیچ تداوی نداره یا اکثرا با تداوی دوایی جواب میده و حداقل میشه که باز نزدش پروسیجر عملیاتی اجرا شد. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. تشکر از شما. وقفه، باز هم با ما باشید. دکتر صاحب، ما یک کوشش کردیم که اینم جلد خودمو جوان نگه بدارم، شفاف نگه بدارم. حالا به نظر تو این پست ما چطور است؟ بسیار عالی. خوب است. بله، هموطنان عزیز، امروز در مورد شفاف شدن، شادابی، تراوت و همچنان ای که چگونه ما بتونیم که یک جلد زیبا و مقبول داشته باشیم و ای که زود پیر نشیم و همچنان امین لایه برداری و همین شفاف شدن جلد، امشب با همکاری متخصص میخواهیم که کار کنیم. جناب متخصص، اگر در ابتدا بگوین برای ما که کدام میتودها را ما به خاطر شفاف شدن پوست در نظر بگیریم؟ اول خب باید این را ذکر کنیم که انسان از ابتدای خلقت در صدد از این بود که زیبایی خود را حفظ کنه و پشت چیزهایی میگرده که باعث شود زیباییشان را حفظ بکنه و زیبایی که از دست رفته دوباره اعاده شود. و یکی از فاکتورهایی که زیاد رول داره به خاطر زیبایی امو شفافیت و شادابی جلد است، مخصوصا در کشورهای آسیایی که اینا جلد گندمی دارن. پیش از اونا امید جلد که اگر اندازه تاریک میشه یا رنگ طبیعی خود از دست میده، این میتونه که یک فاکتور بزرگ باشه به خاطر از بین رفتن امو شادابی و یا زیبایی یک شخص. اما زود پیرام نمیشن چون گندمی است. دقیقاً کسایی که جلد گندمی دارن اونا زود پیر نمیشن. پیش او کسایی که از نظر زیبایی 3 جز زیبایی دارن، جلد از اونا زیاد حساس است، حتی با سرطان های جلدی جلدشان مساعد است. مثلا نو زیبایی ها چی است؟ جلد سفید یا روشن، مویای خرماییچ، مایابی. کسایی که را دارن اینا جلدشان زیاد حساس می باشه و حتی جلدشان به سرطان های جلدی نظر به دیگه کسا زودتر مساعد می شه. ما بالای زیبایی گپ می زنیم. سرطان هر کس نترس از سرطان. سرطان های جلدی نو پوست ها را شما معرفی می کنید، درست؟ سرطان های جلدی زیاد خطرناک نیست، کشنده نیست، یک مرضی است یا یک حالتی است که در سن پیری یا کهولت ای به وجود می آید، در صورتی که ابتدا تشخیص شود خوب تداوی می شه از بین میره. نو پوست ها در مجموع ما 3 نو پوست داریم، پوست سفید، پوست گندمی، پوست سیاه. در کل ما علمی بحث نمی کنیم، آمیانه به خاطر که کلی متضرر میشه. سفید زودتر متضرر میشه و این زود در مقابل شعاع آفتاب سوزنده است، وقتی که در مقابل شعاع آفتاب قرار بگیره میسوزه جلدشان. گندمی، جلد گندمی کمتر میسوزه، یک مقدار حساسیت کمتر داره، ولی جلد سیاه او جلدی است که زیاد مقاوم است، در مقابل شعاع آفتاب نمیسوزه، تغییر نمیکنه چون که خودش رگ سیاه است. اکثرا آسیب‌پذیر گندمی از جلدای گندمی است که این جلد ها زیادتر آسیب پذیر است در مقابل شعاع آفتاب. وقتی که در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره یک اندازه تغییرات به وجود میاد. قسمی که از این دوست ما میبینیم نوایی که از شعاع آفتاب محافظت شده، مثل گردن و پشت چشم ها، این قسمت ها یک اندازه روشنتر مانده. نوایی که در شعاع آفتاب معرض شده، مانند بینی و دیگه قسمت های پیشانی و رخسار، این جایی که شعاع آفتاب بالاش تابیده، این اندازه یک اندازه رنگ خود تیره تر ساخته. حال امروز همین پروسیجر لایه برداری یا شفاف شدن ما شما عملا به هموطنان عزیز ما نشان میدین، ای کدام ساید افکت یا عوارض جانبی داره یا نه، ای کدام نتیجه بهترتر در آینده به خاطر شفاف شدن پوست داره یا نه، کلش توضیح بدین. ما به خاطر از این قسم مشکلاتی که با وجود میاد میتونیم که توسط متدهای مختلفی را از بین ببریم و تداوی بکنیم. یکی از او پروسیجرها که ما استفاده میکنیم امروز در این برنامه عبارت از پیلنگ یا لایه برداری است که این پیلنگ یا لایه برداری بیشتر حساسیت نمیتد متخصص میت بیشتر از 100 نوع مواد است که این بستگی داره به عمو تجربه دکتر و مشکل مریض که چی نوع مشکل داره. در صورتی که یک شخص تنها
تغییر رنگ در جلدش داشته باشه، هدف ما شفاف ساختن جلد باشه. ما از لایه برداری سطحی استفاده میکنیم که تخریباتش کمتر است، عوارض جانبی و ساید افکت کمتر داره. در صورتی که یک تعداد فرو رفتگی ها در جلد ایجاد شود، مثلا اسکار اکنه یا اسکار لشمانی ها یا اسکار عملیات یا تخریش های که لکه سالدانه یا فرو رفتگی زیاد فرو رفتگی یا بعد از اکنه یا جوانی دانه به وجود میاد، مثل از این فرو رفتگی ها که در این قسمت جلد از این دوست ما موجود است، باز پیلنگی که ما میکنیم تقریبا عمقش متوسط میباشه و در صورتی که اسکار عمیق باشه پیلنگ عمیق. در صورتی که ما پیلنگ یا لایه برداری عمیق به یک مریض تطبیق میکنیم، نیاز است که یک ماه مکمل در بستر باشه، در مقابل شعای آفتاب هیچ قرار نگیره. و این پیلنگ که حال انجام میتیم پیلنگ سطحی است، صرف به هدف روشن ساختن جلد است. سطح پوست تا طبقه اپیدرم یا مو بیرونترین طبقه جلد که در محیط در ارتباط است، همین طبقه که آسیب پذیر شده، تغییر رنگ پیدا کرده، ما این ساحه را توسط همین پیلنگ یا مواد کیمیایی که تطبیق میکنیم به شکل کنترل شده تخریب میکنه. همین موضوع حساسیت شما گفتیم، این حساسیت میته که خودشان اگر شخصی استفاده کنن یا توسط یک متخصص باید تطبیق شه. یک پروسیجر است که همین پیلنگ لایه برداری ای پیلنگ یا لایه برداری پروسیجری است که در خانه استفاده نمیشه. این دقیقاً باید در معاینه خانه یا در مرکز یا در شفاخانه اجرا شوه و زیر نظر جلدت که شفاف شد با سر به خود در خانه استفاده نکنید. درست شروع میکنیم زیر نظر یک دکتر متخصص ای را استفاده میکنیم. دقیقاً ابتدا وقتی که ما شروع میکنیم کوشش میکنیم که دیگریسنگ کنیم یا جلد مریض عمو چربی و چیزهای اضافی که بالای جلد است اونا را توسط یک مایع آنتیسپتیک از سطح جلد دور بکنیم. یعنی در این پیلینگ یا لایه برداری ما شما از قبل کدام معاینات خون ضرورت نداریم، کدام ترتیبات دیگه در ضرورت نداریم. نزاکت هایی را که فقط در نظر میگیریم اینمی پاکاریست کنم و چربی اضافه را باید پاک کنیم. یک دیگه چی میکنیم جناب متخصص؟ مرحله بعدی یک کریم یا ایمولیان در نواهی که زیاد اساس است تطبیق میکنیم. مثلا زیر چشم و اطراف بینی که نشاره این نواهی زیاد اساس است. این نواهی را توسط یک کریم یا یک ایمولیان محافظت میکنیم که مثلا SPS یا مرطوب کننده چقدر باشه؟ میتونیم که از یک واسلین یا از یک کریم مرطوب کننده عادی باشه، فقط یک چیزی باشه که ساحه را بپوشانه، از تماس مواد پیلنگ جلوگیری بکنه. نواهی که زیاد اساس است اطراف بینی و زیر چشم ما، این قسمت ها را محافظت میکنیم. یک چیز دیگه که یاد ما باشه در پیلنگ، همیشه باید متوجه باشیم، از مریض هم خواهش میکنیم که چشمش پود باشه و کوشش میکنیم، چون که موادی که کار میکنیم مواد تیزابی است، جلد تخریش میکنه، همیشه باید کوشش کنیم که چشم یک عضو مهم است، باعث نشه که صدمه برسه، چشم مریض هم پود میباشه و یک چیز محافظتی هم بالای چشم میگذاریم تا ای که موادی که تطبیق میکنیم هیچگاه بالای جلد بالای چشم صدمه وارد نکنه. به این تطبیق مواد پیلنگ از رخسار شروع میکنیم، یک طرف رخسار و بالای بینی یا وجه تطبیق میکنیم، به ترتیب طرف دیگه. باید یادآور شویم این موادی که استفاده میکنیم فینول است، یکی از خوبترین موادی است که به خاطر روشن ساختن جلد استفاده میشه، مخصوصا پیش کسایی که جلدشان نظر به معروضیت با شعاع آفتاب یا دیگه مواد شغلی یا محیطی یک مقدار تاریکی پیدا کرده باشه. خب و در قسمت از این که این پروسیجر را ما اجرا میکنیم، گفتیم که در یک محلی که مثلا معاینه خانه باشه، شفاخانه باشه، توسط دکتر اکسپرت یا متخصص باشه صورت بگیره. گفتنیتان در قسمت از این که اگر احیانا به آن ده از دکتر صاحبایی که پیلینگ مثلا بدون مسلکی توصیه میکنن و دفعتن به یک آلرژن یا حساسیت پوستی سردچار میشه مریض، چی از کوتا دمی جریان هم تو گفته برین جناب متخصص؟ هر مواد کیمیایی را که ما بالای جلد تطبیق میکنیم احتمال داره که یک حساسیت ایجاد بکنه یا باعث تخریش جلد شوه. در صورتی که ما با تخریش آنی مواجه میشیم، سروم فیزیولوژیک یا سروم سلین می داشته باشیم همراه خود یا آب پاک می داشته باشیم. دفعتاً جلد توسط آب همون موادی که تطبیق کنیم شستشو میکنیم، او را دور میکنیم، کمک میکنه که همون تخریش یا حساسیتی که از باعث تطبیق اسید یا دوا به وجود آمده او مکمل از بین میره. و در مرحله آخر قسمت پیشانی را مکمل تطبیق میکنیم. همیشه یاد ما باشه که در جریان تطبیق پیلنگ هیچگاه مواد و اپلیکیتور که ما پیلنگ توسط از او تطبیق میکنیم از بالای چشم عبور ندیم، کوشش کنیم که از اطراف چشم و چشم زیاد محافظت کنیم، به خاطر که یک عضو مهم است، نشه که ما با او صدمه بزنیم.
خب اینمی پیلینگ یا لایه برداری که امروز دقیقاً بحث ما دینمی مورد است، متخصص عملاً برای شما نشان میده آل بعض ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطری که در جریان خود پیلینگ یا امیل لایه برداری شخص متحمل میشه چی است جناب دکتر صاحب؟ پیلینگ یا لایه برداری در صورتی که خوب مواد انتخاب شوه، مطابق با جلد مریض انتخاب شوه و شخصی که تطبیق میکنه در صورتی که تجربه کافی از تطبیق او مواد داشته باشه، هیچگاه اختلاطات نداره، عوارض جانبی نداره. این کریمی چی است که میگه؟ یک مقدار میتونه که حساسیت ایجاد شوه. مرحله اول ما دیگرسینگ بود، مرحله دوم تطبیق پیل بود که تطبیق کردیم. کمی امرای برس پیل خودش بله. تطبیق کردیم. این خود فینول بود، همون موادی که روشن کننده جلد است. مرحله بعدی ای یک کریم است که جلد زیادتر حساس میسازه و به نام سیلنگ یاد میشه، با تعقیب پیل بالای جلد تطبیق میشه و این نوع پیل ما 6 تا 80 بالای جلد باقی میمونه. 6 تا 80 واشر مخصوص یا مواد شوینده مخصوص داره که توسط از او جلد به خود مریض توصیه میکنیم که 6 ساعت بعد بشویه و دیگه موادی که مراقبت میکنه از جلد مانند کریمای روشن کننده شبانه و کریمای ضد آفتاب روزانه برشان تطبیق میکنیم. خب این پروسه رو اجرا میکنیم؟ این پروسه رو انجام میدیم. این را میتونیم که توسط دست ما خود ما یا مریض بالای جلدش بالای همون مواد پیلنگی که تطبیق کردیم و تمام قسمت ها به شکل مساوی این کریم تطبیق کنیم. این پیلینگ ها جناب متخصص در آینده چی فایده داره به خاطر شفاف شدن پوست و همچنان چی نقص و نواقص داره؟ کوتاه معلومات بدین، در این مورد هم 2 دقیقه وقت داریم. این پیلینگ ها را ما وقتی که انجام میدیم، یعنی همین لایه برداری ده. لایه برداری در یک جلسه ما با هدف نهایی که داریم که عبارت از روشن شدن جلد است، در یک جلسه نمیتونیم که به هدف برسیم. اکثرا باید این پیلینگ سطحی 3 تا 5 بار انجام شود. 3 تا 5 بار با فاصله های 3 هفته انجام شود، به خاطر که در 4 هفته یک بار همین جلد نو میشه یا حجرات دوباره ترمیم میشن. به این خاطر باید ما 3 هفته وقت در نظر بگیریم، جلسات بعدی ما را 3 هفته بعد تنظیم بکنیم. وقتی که جلد شفاف شد، خوب شد، اگر میخوایم که به مقصد خود برسیم که یعنی یک جلد با تراوات شاداب داشته باشیم، 3 جلسه الا 5 جلسه با فاصله 20 روز. بله. جلسه اول ما را پیلینگ یا لایه برداری کردیم، باید از 3 هفته بعد دیگه شد، درست است؟ 3 هفته بعد جلسه بعدی، با 3 هفته بعد از او جلسه بعدی دیگه شد انجام بدیم. ما میتونیم که در 3 تا 5 جلسه با هدف نهایی که شفاف شدن جلد است برسیم. و بعد از اینکه جلد شفاف شد، خودتان پرسان کردید در مورد عوارض جانبی و نقص در آینده، این پروسیجرهای سطحی در آینده هیچ کدام نقص نداره. تمام کارهایی که ما میکنیم سطح پوست است، سطحی است. اگر ما خوب از جلد ما مراقبت نکنیم، میشه که با تعقیب پیلینگ باز خراب شود. کوشش بکنیم که مراقبت های جدی که توسط متخصص بر ما توصیه میشه و انجام بدیم تا اینکه جلد ما دوباره با همون مشکل جنبندی کنیم. بسیار کوتاه، کمتر از 1 دقیقه. در مجموع جلد آینه عضویت است، میتونه که تمام تغییراتی که در سیستم های داخلی باشه در جلد ما تظاهر بکنه و جلد ما مثل یک پوش است که تمام اعضا را محافظت میکنه در مقابل فاکتورهای محیطی و عوامل بیرونی. ما کوشش بکنیم که خوب از جلد خود مراقبت بکنیم، در صورتی که تغییراتی که میاد کوشش بکنیم که پشت راه حل مسلکی و علمی باشه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. تشکر از شما. دوستان عزیز، یکی از بخش‌های مهم بعد از وقفه آماده نشر است، باز هم با ما باشید. هموطنان عزیز، به بخش تمثیلی که همیشه جوانای عزیز دوستدار ای هستند که گویا یک تناسب اندام زیبا و مقبول داشته باشه، معمولا دکتر صاحبای عزیز ما کوشش میکنن که تناسب اندام قسم عیار کنن که نظر به وزن و قد است. یعنی یک نفری که قدش پخش هم است، اگر تناسب اندام مقبول داشته باشه، یعنی وزن متوازن داشته باشه، یعنی بادی ماس ایندکس که از نظر طبابت ما یک فرمول داریم به نام بادی ماس ایندکس که معمولا در برنامه های گذشته دوستان بالی هم بر شما گفتیم که اینو کوشش کنین هموطنان عزیز که وزنتان نظر به قدتان چی کنین عیار بسازین. خب امروز بحث ما در مورد آن ده از هموطنان عزیز ما که چربوی بغل بسیار زیاد برآمده داره،
یعنی تناسب اندامشان خراب ساخته، یعنی تناسب اندامشان خراب ساخته. ما میخواهیم حرکات را برای شما امروز اجرا کنیم که در تناسب اندام بسیار زیاد مؤثر است و در آب شدن چربوهای بغل شما را کمک کرده میباشد. خب اولین حرکت دوستای عزیز، شما مثلا میخواین که تقسیم اوقات جور کنین که بغلایتان چربوهش او شوه، کوشش کنین هموطنان عزیز که از کجا شروع میکنین؟ از ده روز اول، از ده روز اول مثلا با دستای خالی پایا 1.5 برابر شانه باز میشه، پایا 1.5 برابر شانه باز میشه. به این حالت فقط چی میکنین؟ حرکت ها رو بسیار عادی، بسیار عادی، هر سید 12 دانه ای 3 سید ایره چی میکنین؟ اجرا میکنین برای ده روز اول. یعنی زمانی که زمینه مساعد شد، شما حرکت هایی که آل برای شما کار میکنیم، یعنی ده روز فقط شما 3 سید 12 دانه اینی حرکات ها میرین بس. برای ده روز آینده کوشش کنین از یک وسیله که وزن مثلا 2.5 کیلو یا 5 کیلو داشته باشه استفاده کنین. به این استقامت مشکل حل میشه، یعنی 20 روز بعدی را شما میتونین که توسط اینمی 2.5 کیلویی یا 5 کیلویی وزن ای را چی کنین؟ عادت کنین. خب حالا نوبت عزیز است هموطنان عزیز که ما چیگونه باید بتانیم که حرکت های بسیار مؤثر برای شما اجرا کنیم. خب این قسم دوستای عزیز وضعیت میگیرین به این حالت، کوشش کنین حرکت دوستا قسم برین که ای برای شما صدمه نرسانه، یعنی پرکتیس داشته باشین. روزای اول اگر مثلا دقیق انجام دادن نمیتونین، مشکل نیست، کوشش کنین که به می سطح باز خود برسانین. به این شکل شما هر سید 12 دانه، یعنی 3 سید ای را چی میکنین؟ میرین 12 بار 3 سید، 12 بار 3 سید این حرکت را چی میکنین؟ اجرا میکنین. خب حرکت بعدی دوستای عزیز، شما کوشش کنین که به این حالت خود وضعیت بتین، به این حالت وضعیت بتین، همزمان دستا با پاها یک جا بلند باشه. کسایی که دیسک کمر داره لطفا این حرکت نره دوستای عزیز. سه بار ایره میرین، البته 3 سید 12 دانه ای ایره اجرا میکنین این حرکت. خب حرکت آخری، حرکت بعدی دستا به این حالت میباشه هموطنان عزیز، به این شکل میرین. بازم تکرار میکنم، کسایی که دیسک کمر داره خواهشان این حرکت ها را نمیره، فقط کسایی که مشکلات چربوهای اضافه بغل داره این حرکت اجرا کنه. و اگر سیستم داخلیش کدام مشکل نداشته باشه، یعنی کدام کسر یا کدام مشکل کمر نداشته باشه، این حرکت ها را میتونه انجام کنه. یعنی 3 سید بره، هر سید ما 12 دانه ای باشه. خب حرکت آخری حرکتی است که شما دوستای عزیز یک دیوال که مثلا تقریبا 20 سانتی متر اگر طول هم داشته باشه میشه، شما فقط به این وضعیت پای چپ وضعیت میتین، به این حالت پای چپ وضعیت میتین، میشه که برعکس هم برین. ایره 3 سید 12 دانه ای، 3 سید 12 دانه ای. دوستای عزیز گپ بسیار مهمه که شما مد نظر بگیرین. البته قبل از این حرکات شما کوشش کنین که یک تجدید نظر در مورد رژیم غذاییتان و فعالیت فیزیکیتان داشته باشین. همیشه ما کوشش میکنیم مریضایی که پیش ما در معاینه خانه مراجعه میکنه و کسایی که مثلا میخواه یک تناسب اندام زیبا و مقبول داشته باشه، ما اولتر از همه کوشش میکنیم که اینا رژیم غذایی خود جور کنه، بعدن بره به طرف حرکات ورزشی. یعنی هر قدری که شما اینمی حرکات را که من میالا براتان کار کردم برین، اما نتانین که یک رژیم غذایی متوازن داشته باشین، باز هم دچار افزایش برهم خوردن تناسب اندام در اطراف شکم، به خصوص که امروز موضوع ما در رابطه با چربوهای اضافه دور کمر شما بوده، ایره چی میشین؟ بالاخره ایره میشه که بر شما پیدا شود.
بنان خواهش ما از شما هموطنان عزیز ای است که شما معمولا کوشش کنین که اینمی مشکلات در نظر داشته باشین. سه گپ بسیار مهمه که در رابطه با تناسب اندام بر شما مؤثر تمام میشه کدام ها از هموطنان عزیز؟ اول رژیم غذایی، دوم فعالیت فیزیکی طبیعی، مثلا روزانه کاری که شما قرار است که در 8 ساعت بکنین انجام بدین، سوم ورزش. در تناسب اندام سه موضوع بسیار کلیدی را مد نظر بگیرین: یک رژیم غذایی، دوم فعالیت فیزیکی طبیعی یعنی روزانه در 24 ساعت 8 ساعت کارتون را فراموش نکنین، سوم ورزش. بخش باقی مانده برنامه دبستان بالی را بعد از وقفه فراموش نکنید. با ادامه برنامه دبستان بالی خوش آمدید. هموطنان عزیز، اکثریت کسانی که در آسیا زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن، یعنی در مجموع تقریبا آمار که گرفته شده در این وقتا 60-70% مردم ما و هموطنان عزیز ما که در خارج است و در کل همه انسان ها به دردهای زانو مبتلا میشن. دردهای زانو دوستای عزیز، متخصصین جراحی ما کوشش میکنن که تداوی های مثلا بسیار مفید بر شما انجام بدهن، اما متاسفانه بعض وقتا که اینمی تداوی نتیجه نمیده، باز ما یک اصطلاحی داریم به نام پیوند زانو. پیوند زانو البته میتودهای جدیدش که در مملکت‌های خارجی مد نظر گرفته میشه، دکتر صاحب‌های ما که در داخل کشور است اینا کوشش میکنن که اون میتودها را مد نظر بگیره، اما خوشبختانه امروز یکی از متخصصین جوان کشور ما که یک وقت همسینفی ما هم بودن، دکتر صاحب خالد نازبر در کشور آلمان از طریق اسکایپ با ما هستن. دکتر صاحب خالد خوش آمدی به برنامه ما. علیکم، خوش باشین. سلامت باشین. قسمی که شما در جریان هم هستین، همین موضوعات پیوند زانو از نظر مسلک ارتوپیدی، جراحی ارتوپیدی، اجازه به آن ده از هموطنان عزیز ما که داده میشه و هم قسمی که شما بعض وقتا مریضای پیش شما مراجعه میکنه، کدام میتودها را مد نظر میگیرین؟ امی کدام مریضا اجازه داره که باید از پیوند زانو را اجرا کنه؟ نخواست از همه سلامای خود و شما و تلویزیون بینندگان تلویزیون دبستان فعالی تقدیم میکنم و تشکر از شما دکتر صاحب پردیس موسیمی که با ما زمینه را مساعد کردن که از رای تو با شما کلام میشم. قبل از اینکه به سوال شما من جواب بدم، میخواستم کوتاه درباره آناتومی خود عینک زانو بر شما معلومات بدم و بعدا به سوال شما میرسیم که به چی کسا و چی وقت لازم میشه که ما این پیوند زانو را انجام بدیم. بسیار گپ خوب است. یک معلومات بدین که هموطنان عزیز ما همینطور ذهنشان آگاهی پیدا کنه. مهربانی سر. همین خود عینک زانو یکی از مفاصل بسیار مهم است که همه وزن وجود ما بالای سی مفصل میه و این مفصل متشکل از استخوان‌های کلانه که به نام فیمور یا ران، استخوان تیبیا، فیبولا و پاتلا که منظم خودش یک مفصل زانو تشکیل میده که بازی مفصل زانو توسط عضلات لیگمنت‌های خارجی و داخلی به خاطر تثبیت نگاه کردن با عینک زانو میباشد. و سوال شما درباره از اینکه به چی کسا چی وقت لازم میشه که ما عینک زانو تبدیل کنیم یا مفصل نو جدید باش نصب کنیم، وقتی که مفاصل بعضی تکلیف‌هایی که داریم به نام ارترایت یا التهاب مفاصل که تقریبا به 100 قسم زیادتر هستند و در مناطق جغرافیایی هر در منطقه پیدا میشه، در کشور در افغانستان و در خارج از افغانستان، به مرور زمان وقتی که ما در این مفصل حرکت میگیریم و این مفصل خودش استخوان ها توسط غضروف پوشیده شده که به مرور زمان وقتی که حرکت میکنیم یا کدام تروما میبینه یا به صورت عموم بالاتر از سن 50 و بالا، این غضروف ها از بین میره که این خود تکلیف استو ارترایتید که برخلاف التهاب مفاصل به شکل التهاب روماتیسم مثلا مثلا روماتیسم التهابی سی بدن بعد از وقت اول التهابی نمیشه بعد از وقت التهابی میشه که در صورت زمان یک نمونه خوازی مفصل دارم که استخوان ها همی خود عضلاتش یا غضروف ها از بین میره به مرور زمان که استخوان بالای استخوان میره که خود مرض استخوان 4 استیج است که استیج آخریش است که بعد از این غضروف ها از بین میره استخوان ها استخوان بالا پایین
بسر بشر صورت عموم فوار دیگر فشار میاره. این یک درد بسیار بسیار درد نارام کننده که حتی نمیتونن کسی آرام در خواب آرام نکده نمیتونن چون بخاطر درد شدید میباشه. در این صورت باز ما به مریض توصیه میکنیم که تداوی های قبلی که مفاد نکد فایده نکد. یعنی منظور عزیز دکتر خالد جان که زمانی که مثلا امی تداوی ها نتیجه نمیده، یعنی دگریت آخر یعنی دیگر ناگزیر که ما توسط دوا نتیجه گیری نکردیم، بالاخره عمود ترانسپلین یا تبدیل عینک زانو میشه که اینال ما میخواییم بگوییم که ای تا کدام وقت دوام میکنه، آیا یک ساله است، آیا دو ساله است، آیا ده ساله است، آیا نظر به مقاومت بدن انسان ها این متفاوت است، چگونه است دکتر صاحب خالد؟ باید دکتر صاحب خالد جان وقتی که همین خود اوستارترایتیس یک متاسفانه تکلیف است که هیچ وقت تداوی نداره، تداوی که ما میکنیم مدق سیج اول دوم سیوم تداوی است توسط دوا یا توسط فیزیتراپی حرکت هایی است که او عمق میکنه که مریض نمیمانه که از درد یک عمق دورتر نگاه میکنشه، اما وقتی که ما مفصل تبدیل میکنیم سابق نظر به پیشرفت دونال فرق کده همین مفصل تبدیل میشه بسیار یک نتیجه خوبتر داره است حتی تا 20 سال زیادتر گارانتی داره تا یعنی تا 20 سال هم امکان داره که اینمی هیچ مشکل برای هموطنهای ما پیش نبیاره، درست است؟ بله. من کوتاه درباره ازی براتون بگم که بعد از 20 سال هم خدای نخواسته اگر کدام مشکل بیاد بعضی از مریضای ما پرسان میکنه از هموطنهای ما که چون به خاطر بعضیا اتا آماده شده که مفصل وقتی تبدیل میشه فکر میکنن که همه گی استوان عینک زانو با عضلاتش از تبدیل میشه، اما برخلاف یعنی یک نمونه است که وقتی که ما استوان از مفصل تبدیل میکنیم تنها به این اندازه ما روی یعنی خود استوان برداشته و در مقابلش که مفصل نمونهش بشمه است و شما نشان میتونم که دوباره نصب میشه این بالاش و اگر 20 سال بعد اگر مریض مشکل پیدا کنه مشکل چه قسم پیدا میکنه که خدا عینک زانو 20 سال بعد استوانا شاید خرد شوه یا کدوم میکرو تراوما پیدا کنن یا ضربه ببینن 20 سال بعد عمو مشکل پیدا میکنه که استوان شخص مریض نمیتونه که پایش به شکل منظم حرکت ها انجام بده یا کم دوباره پس درد شاید شروع کنه و تبدیلش دوباره پس عمو بسیار به مرحله خوب میشه که دوباره پس استوان این مفصل کو امی مفصل کنه و دوباره پس کرده یک نو برش به اندازه خود کمو 20 سال بعد که استوان تغییر میکنه به اندازه یک مفصل دیگه برشون درست. هموطنان عزیز شاید شما در این فکر باشین که گویا وقتی که زمان همی ترانسپلین یا تبدیل زانو صورت میگیره این شاید یک پروسه بسیار خطرناک باشه یا مثلا شاید مریض احتمال داره که مثلا یک اختلاط بسیار جدی خطرناک متحمل شود. ما خواستیم که از دکتر صاحب خالدی را پرسان کنیم همین پروسیجر جراحی که در افغانستان صورت میگیره در دیگه دنیا صورت میگیره میتودای از چی رقم است و در این اواخر سهولتی که به خاطر تبدیل عینک زانو برای مردم شما در نظر میگیرین کدام از دکتر صاحب خالد؟ بله تشکر سوالتان. ما قسمت ما در اوکراین بودیم، در اوکراین بسیار زیاد عملیات های استوان پای تبدیل مفاصل نه تنها عینک زانو از دیگه مفاصل انجام دادیم همچنان در آلمان و میفهم در داخل سبای افغانستان که باندایشان تماس هستم و استادای هستن که ما در افغانستان در طول عرض وقتی که درس خوانده اومدیم در شفاخانه با ایشان از ایشان یاد گرفتیم و مو تکنیک هایی که ما انجام میتن و در آلمان انجام داده میشد اوکراین همگیش به صورت اون یکی است منطقه به روزای آخر امی خود تکنیک بسیار پیشرفت کرده خود مفصل که تبدیل میکنن یک از مواد بسیار پیشرفته تر بسیار قیمتی یعنی همون مواد پیشرفته تر در همه مملکت ها قابل دسترس است چه قسم یادم آلمان که شما اجرا میکنید شرکت های کمپانی هاست که جور میکنن بر شفاخانه بر کس کرزه میکنن و در زم پیشرفته دیگه ایست که ما از میتود های بسیار وقتی که استوان تبدیل میشه به صورت عموم دو قسم هست یکی توتال است که مکمل کل عینک زانو تبدیل میشه و یکی است که مثلا یک بخش به تا مثال طرف راست عینک زانو ما بیخی از بنگ برداشته کنید از سنهای پایین 55 تا 65 که یک طرفش یا پرشل یا نصفش تبدیل میکنن این بسیار یک فایده خوب داده و در ضمن در آلمان که عملیات ها میشن حال استفاده از این که عضلات های پای هیچ باره نمیکنن چون به خاطر وقتی عضلات ها باره شد مریض بعدا بسیار مشکل است تا دوباره پس سرپای بیا و از این استفاده میکنم این تای بسیار خوبتر یعنی مفصل عینک زانو را لیگمنت هایش تخریب نمیشن و در ضمن میتود پیشرفته دیگه که در آلمان است
به نام سیتی اسکن یا سیتی اسکن ام آر آی اسکن یا به شکل توسط ام آر آی اسکن عکس عینک زانو رو گرفته و به مو اندازه عکس که گرفته میشه از عینک زانو به مو اندازه قالب جور میشه، به مو اندازه خود عینک زانو ساختگی به جور میشه که این وقتی که نصب میشه بسیار زیاد مفاد و خوبتر داده تا فعلا نتیجه بسیار عالی داده، چون این یک میتود نوست بعدا منتظر باشیم 20 سال بعد نتیجه شد ببینیم، چون این میتود های نوست که ضرورت نیست که در وقت عملیات ما چک کنیم که اندازه پای چقدر است و کدام اندازه را ما برش نصب کنیم و این میتود یکی من خوش دارم میتود چون بخاطر میتود است که همه چیز آمادشتگی است که شما تشویش ندارین که کدام اندازه و کدام عینک زانو استفاده میشه. خب حالا برای ما خاله جان ایره بگوین که امی هزینه ازی در تمام ممالک مختلف است یا مثلا در آلمان کم است، در پاکستان کم است، در افغانستان کم است یا زیاد است؟ در این نظرتان کوتا چیست؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم و پیشنهادتان در رابطه به ای که بعض از هموطنان عزیز ما کاندید به ای هستند که گویا اینمی پیوند پیششان صورت بگیره، پیشنهادتان چیست؟ بله دکتر سفادی است، من متاسفانه باتون میگم که قیمت از این قیمتش بالاتر است در شرکت میکنم و من به او مریضانه که مثلا مصاب به این مریضی هستن از اول یا در استیج دوم و سیوم است متاسفانه باید عملیات چانشون به خاطر کوالیتی زندگی پایین میکرد قسم تکلیف. وقتی که شما او سرطرهای داشته باشین، درد بسیار شدید نداشته باشین، شما آرامش احساس نمیکنین، رفتار شما غیر قابل یعنی بر شما بخواین از او نمیتونین استفاده کنین، مثل که کار روز خشیشتن و خیستن ندارد، بعضی وقتا بسیار مشکل میشه. به او خاطر باید این عملیات انجام میشه و زودتر، یعنی در سنی که مثلا اگه بخواین 5 سال بعد انجام میتین میتونین امرو حال انجام شه عملیات که بخاطر بتونین بعدا، یعنی هر قدر که زودتر اقدام شوه خوبتر است، درست است؟ اقدام مثلا بعد از استیج تا استیج سوم و چهارم که هست بعد از استیج سوم نتیجه از نه پیشکاری مفاد میکنه نه فیزیوتراپی به خاطر استخوان از بین رفت داشته و این خاطر خوبتر از عملیات شوه، چون مریض حرکتاش کمتر میشه و وزن میگیره و این مرضای دیگه زیادتر میشه و روز به روز مشکل میشه که مریض عملیات کنه. و ما کسایی که توصیه به این کسا با توصیه به این مریضا که باید همیشه حرکت داشته باشن و از تراوما یا ضربه عینک زانو جلوگیری کنن، مثلا بعض سپورت هاست که باید همیشه پیش از سپورت کردن باید عینک زانو ما تثبیت باشه که بنداژ های مخصوص هست که اون استخوان نگاه میکنه نمیمانه که ضربه ببینه که استخوان از بین بره و برای کسایی که مریض هستن برشان دعا میکنم خداوند شفا بتشنه و کسایی که جور هستن امید میکنم آرزوی ماست که خداوند هیچ کدام شما را مصاب به این مریضی نزده. لطف کردین دکتر صاحب خالد که امروز از طریق اسکایپ با ما به تماس بودین. تشکر جوان، سپاس از شما دکتر صاحب خالد جان، جوان دکتر صاحب تخصص با استعداد کشور با افتخار هستین. تشکر از شما و بینده های شما. سلامت باشین، بخیر باشین. هموطنان عزیز وقفه داریم، بعد از او ادامه برنامه دبستان بوالی. بله هموطنان عزیز، به ادامه بخش برنامه دبستان بوالی خوش آمدید. البته بخش آخر ما هست. در هفته گذشته ما در رابطه با فشار بلند و نزاکت های فشار دیدن بر شما بخش آموزش خود تقدیم کردیم. حال چی میکنیم دوستان عزیز؟ بسیاری کسا از فشار پایین شکایت میکنند. اینال این فشار پایین دوستان میشه که تدریجی هم شما احساس کرده باشین، یک احساس گنگسیت، کسالت، مثلا زیادتر مثلا احساس گرفتگی بکنین یا مثلا فاجعه زیاد بکشین. هموطنان عزیز این یک خستگی میداشته باشین که احساس میکنین که گویا ما بسیار زیاد چی شدیم؟ ضعیف شدیم. اما یکی از هموطنان عزیز ما امروز که کرکتر همیشگی برنامه دبستان با علی است، خاله جان مهربانی صاحب، فکر کنم که کد از این ماشین دیجیتالی. آها درست درست درست. ببینین هموطنان عزیز، همین چیزی که خاله جان تمثیل میکنه، اینمه قسم فشار پایین چی میباشه آدم احساس میکنه. اما با اینمی آله فشار دیجیتالی شما دیدین درست؟ در خانه دیدین. دوستای عزیز این سه عدد نشان میده، یکی فشار سیستولیک یا بالا را نشان میده. فشار سیستولیک اونمو فشار از دوستان عزیز که قلب خونه به تمام اعضا میرسانه و فشار دیاستولیک چی هسته که قلب خونه تنها به خودش میرسانه، درست؟
انال فشاری که پایین پایین هم باشه توسط ماشین های دیجیتالی درست دیده نمیشه و فشاری که بسیار بلند هم باشه. قسمی که خالد جان تمثیل کرد سرگیچی داشت، درست؟ همیشه فکرتان باشه که در فشار پایین شما یک قسم مریض وضعیت نمیتین. خالد جان برعکس وضعیت بگیرین، درست است؟ با این سیستم، یعنی پایتانه با این سیستم چی میکنین؟ وضعیت میتین. فشار پایین این بسیار زیاد براتان موثر تمام میشه. یک موضوع. موضوع جالب دیگر در قسمت ای که ما دفعتاً بتونیم که کمک های اولیه را اجرا کنیم زمانی که فشارش دیدیم از 90 بر 60 پایین است. یک چیزی که کار تخصصی هموطنان عزیز امکان داره که بعض هموطنان عزیز ما دینمی 90 60 یا پایین تر از 90 60 اینمی پروسه فیزیولوژی یا طبیعی انسان است که را چی میکنن؟ نرمال نگاهش میکنه، یعنی اصلا این اطور احساس نمیکنه گویا سرگیچی داشته باشه، زوفیت داشته باشه، بیحالی داشته باشه، استفراقات داشته باشه، عرق زیاد از پیش افراز یا این چیزها را نمی داشته باشه. اونم پروسه فیزیولوژیش است، ما نمیتونیم که بگوییم که مریض در خطر مواجه است. بناهن ما فرض کنین که از 90 60 قسمی که خالد جان تمثیل کرد پایین است، درست چی کار میکنیم؟ سه گپ است، کورتیزون میدودرین امرای کورتی پروتین برش چی میکنیم؟ توصیه میکنیم. ما در تداوی عاجل از چی میکنیم؟ میدرودرین کورتیزون امرای ریترو پروتین توصیه میکنیم به مریض ما. هرچی عاجل چی میشه؟ فشارش بلدب میکنه، یعنی بالا میره. خب حالا چی میکنیم دوست عزیز؟ شما از کسانی هستین که مثلا مایات زیاد نمیگیرید، این بر ریسک فشار پایین است، یعنی خطر پایین است. و شما اگر ببینیم که مثلا همیشه با فشار پایین مصاب هستین، باید منبع معلوم شود، یعنی سورس معلوم شود، منشأش معلوم شود که آیا شما مشکلات هورمونی دارین، آیا مشکلات دوران قاعدگی که بر بعض دختر خانم ها پیدا میشه خونریزی زیاد داره، یا بعض کسایی که همیشه استاده هستند، یعنی کار استادگی میکنن، اینا همیشه فشارشان پایین میباشه، و کسایی که خونریزی های شدید دارن، زیاد دارن، مایات و افرازات زیاد است، اینا باید سورس پیدا شه، ما چی کنیم؟ تداوی کنیم. و برعکس و برعکس بعضی از مشکلات سیستمیک یا داخلی است که مثلا پرکاری غده تایراید است، کمکاری غده تایراید است، تشوش غده تایراید است، و بعض وقتا یک مریضیه که مثلا او را بعض کسا لرزه داره، لرزه داره، یا مثلا بعض کسایی که احساس ضعف میکنه، کسالت میکنه، این باید از نظر داخله اول یک ارزیابی شود، پیدا شود که چرا فشار از همیشه پایین است. علتایش گفتم، تداویش گفتم، و همچنان در قسمت ای که ما مریضی که فشار خون پایین می داشته باشه، یعنی از 90 بر 60 پایین می باشه، همیشه کوشش کنید که این قسم وضعیت بتین مریض بهتر است. خاله جان از خودت تشکر، بسیار زود سلامت باشین، بخیر باشین. خب هموطنان عزیز، یک جنبندی میکنیم که ارتباط بگیره با پیرامون بحث امروز ما که تحت عنوان فشار پایین خون است. ما در فشار پایین خون همیشه کوشش میکنیم که امو منبع یا سورس پیدا شود، یعنی کسایی که مشکلات هورمونی داره باید از مشکلات هورمونیش برطرف شود، کسایی که مثلا مشکلات زایات مایات زیاد داره باید از او پیدا شود، و خدا یار جان بعض هموطنان عزیز ما که میگن که ما در فشار بلند از چی استفاده میکنم؟ از سیر استفاده میکنم، و برعکس اتو عقاید دارن که گویا اینمی فشار بلند ما را سیر کنترل میکنه، که یک کار غیر منطقی است. درست است که موجودیت الاستینی که در سیر است فشار پایین میکنه، اما نزاکتایی که از نظر قانون طبابت برای ما و شما گذاشته شده که تدریجی باید فشار خون پایین شه که او توسط دواها میشه. لطفاً لطفاً به این عقیده نباشین که گویا ما فشار بلند دارم تنها سیر میخورم و این سیر سبب از این میشه که فشار ما را پایین کنه. سیر امکان داره که فشار ما و شما را پایین بیاره، اما او قسمی که تدریجی یعنی آهسته آهسته بدون خطر توسط دوا کنترل میشه اصلا سیر کنترل نمیکنه، و امکان داره که خدای نخواسته خدای نخواسته در آینده ها برای شما مشکل ساز شود. تا برنامه آینده که با یکی از موضوعات جالب دیگر خدمت شما علاقمندان قرار میگیرم. الله یار و مددگاردان.